علی ابن ابی طالب فرمانده سپاه اسلام در جنگ خیبر. بعد از اینکه محمد از حدیبیه مراجعت کرد، کوشید طوری رفتار کند که مناسبات مسلمین و سکنه مکه اصلاح شود. از قضا آن سال سکنه مکه بر اثر خشکسالی گرفتار قحطی شدند. در عربستان قبیله‌ای بود به اسم یمامه و سرزمین آن قبیله انبار خاروبار مکه محسوب می‌گردید. رئیس قبیله یمامه و همچنین افراد قبیلهش مسلمان شدند و به همین جهت رئیس قبیله مزبور از دادن خاروبار به سکنه مکه خودداری کرد. سکنه مکه از فرط گرسنگی به محمد متوسل شدند و از وی خواستند که به رئیس قبیله یمامه بگوید که به سکنه مکه خاروبار بفروشند. پیغمبر اسلام درخواست سکنه مکه را پذیرفت و به رئیس قبیله یمامه دستور داد که از فروش خاروبار خودداری نکند. علاوه بر آن خود محمد 500 سکه زر برای سکنه مکه فرستاد که بین فقرای آن شهر تقسیم نماید. ابو سفیان وقتی از این خبر مستحضر شد گفت محمد قصد دارد مردم مکه و به خصوص جوانها را با پول بفریبد. محمد پس از ارسال 500 سکه زر مقدار زیادی خرما از مدینه به مکه برای ابو سفیان فرستاد و پیغام داد که در ازای قیمت خرما پوست دباغی شده یعنی چرم بفرستند و در آن موقع ابو سفیان مقداری چرم داشت که کسی نمی خرید. زیرا در دوره قحطی در شهری مثل مکه همه طالب خاروبار و در درجه اول خرما هستند و کسی خواهان چرم نیست. ابو سفیان خواست که خرما را نپذیرد ولی نتوانست، زیرا سکنه مکه از ورود خرما مستحضر شده بودند و چون از گرسنگی رنج می بردند نمی گذاشتند که خرمای مزبور از مکه رجعت داده شد. ابو سفیان ناچار شد خرما را بپذیرد و در ازای آن چرم بدهد. وقتی مردم فهمیدند که خرمای مزبور از طرف محمد به مکه فرستاده شده، نسبت به پیغمبر اسلام خوشبین شدند. اما جماعت قریش که اشراف مکه به شمار می آمدند نسبت به محمد خصومت داشتند. و اینکه محمد می دانست جماعت قریش دشمن او هستند، در صدد برآمد آن طایفه را با خود دوست نماید، زیرا بهبود مناسبات مسلمین و قریش را برای پیشرفت اسلام ضروری می‌دانست و اهمیت نمی‌داد که مردم چه خواهند گفت. یک پیغمبر که به خداوند ایمان دارد در راه پیشرفت دین خدا برای لغزخوانی اینان اهمیت قائل نمی‌شود. یک پیغمبر آنقدر خداوند را دوست می‌دارد که حاضر است همه چیز خود را فدا نماید. در کتاب تلمود که از کتاب‌های یهودیان می‌باشد نوشته شده است: خداوند از پیغمبر خود می‌خواهد که او را از جان و دل دوست بدارد و همه چیز خود را از جسم گرفته تا حیثیت و آبرو در راه وی فدا کند. محمد خدا را از جان و دل دوست می داشت و برای پیشرفت دین وی از هیچ فداکاری مضایقه نمی کرد ولو مردم او را مسخره نماید. محمد مردی بود با ایمان، منتها یک با ایمان باهوش و با استعداد، و کسی که ایمان به چیزی دارد از مشکلات نمی هراسد، برای اینکه می داند عاقبت بر مشکلات غلبه خواهد. کسی که به خداوند ایمان دارد همه چیز خود را در راه خداوند فدا می کند. همچنان که محمد آن روز عزم نمود که برای موفقیت کامل دین اسلام که لازمه آن غلبه بر مکه بود یک فداکاری دیگر بنماید. چگونگی واقعه از این قرار است که محمد شنید که ام حبیبه دختر ابو سفیان و زوجه عبدالله جهش بیوه شده است. عبدالله ابن جهش حنیف بود و دیدیم که به اتفاق زوجش به حبشه مهاجرت کرد ولی در آنجا دین اسلام را ترک نمود. آنگاه زندگی را بدرود گفت و زوجش ام حبیبه دختر ابو سفیان بیوه شد و محمد
تصمیم گرفت که از ام حبیبه خواستگاری کند و با وی ازدواج نماید. پیغمبر اسلام می‌دانست که هرگاه از ام حبیبه خواستگاری کند و با وی ازدواج نماید، داماد ابو سفیان خواهد شد و این وصلت از خصومت بزرگترین دشمنش در مکه که ابو سفیان باشد خواهد کاست. ابو سفیان فرمانده قشون مکه بود و اگر دشمنی او نسبت به محمد مبدل به دوستی می‌گردید، به نفع اسلام تمام می‌شد. ام حبیبه دختر ابو سفیان از خانواده مهم امیه به شمار می آمد و اگر محمد با او ازدواج می کرد، با تمام قبیله بنی امیه از جمله حیات جگرخوار که شرحش گذشت خویشاوند می گردید و آنها مثل گذشته با محمد خصومت نمی کردند. ام حبیبه آن موقع در حبشه بود و محمد فکر میکرد که هرگاه آن زن بیوه به عربستان برگردد، پدرش ابو سفیان و افراد خانواده بنی امیه نخواهند گذاشت وی با پیغمبر اسلام وصلت نماید. این بود که محمد شخصی را انتخاب کرد و او را وکیل نمود که به حبشه برود و از ام حبیبه خواستگاری نماید و او را با خود به مدینه بیاورد. ولی ممکن بود بعد از اینکه ام حبیبه از حبشه حرکت کرد و به عربستان میرسید، طایفه قریش مانع از این شوند که وی به مدینه بیاید و زوجه پیغمبر اسلام شود. این بود که محمد دستور دیگری هم به فرستاده خود داد و نامه‌ای هم نوشت که فرستاده محمد میباید آن را تسلیم نجاشی پادشاه کشور حبشه نماید. تعلیمی که از طرف محمد به نمایندهش داده شد این بود که اول به ام حبیبه مراجعت کند و از وی بپرسد که آیا حاضر است زوجه پیغمبر گردد یا نه. اگر ام حبیبه با ازدواج موافقت کرد، آن وقت نامه‌ای را که محمد برای پادشاه حبشه نوشته بود به او تسلیم نماید. در آن نامه پیغمبر اسلام از پادشاه حبشه درخواست می‌کرد که ام حبیبه را که در کشور او سکونت دارد برایش عقد. نجاشی هم درخواست پیغمبر اسلام را پذیرفت و در حبشه ام حبیبه را برای محمد عقد کرد و آن وقت دختر ابو سفیان از حبشه به راه افتاد و عازم عربستان گردید. جماعت قریش از ازدواج مزبور مطلع شدند ولی نمی توانستند از ورود ام حبیبه به مدینه ممانعت نمایند، برای اینکه ام حبیبه زوجه پیغمبر بود و اعراب می دانستند که نباید مانع از این شد که زنی به شوهرش ملحق گردد. ازدواج محمد با ام حبیبه دختر ابو سفیان خیلی به پیشرفت نقشه های محمد کمک کرد و آن ازدواج از عوامل مؤثر مسلمان شدن سکنه مکه گردید، به طوری که خواهد آمد. زیرا ام حبیبه دختر ابو سفیان با تمام خانواده های برجسته قریش خویشاوند نزدیک یا دور بود و هر دفعه که ابو سفیان می‌خواست با محمد مخالفت نماید، به خاطر می‌آورد که وی داماد اوست، یعنی شاخه‌ای از شجره خانوادگی او را تشکیل می‌داد و چون راجع به اهمیت شجره خانوادگی در فصول گذشته صحبت شده، تکرارش لزومی ندارد. یکی از مزایای پیمان متارکه جنگ و عدم تهاجم حدیبیه این بود که دست محمد را برای از بین بردن خط محاصره مدینه از طرف شمال باز گذاشت و پیمان عدم تهاجم حدیبیه حاکی از این بود که سکنه مکه در اتحادها و جنگهای مسلمین روش بی‌طرفی را پیش بگیرد. شهر خیبر واقع در شمال مدینه بعد از اینکه بین مسلمین و سکنه مکه صلح برقرار شد، روش خصمانه خود را حفظ کرد و نمی‌گذاشت کاروان‌های مدینه از جوار خیبر بگذرند و خود را به سوریه و سایر کشورهای شمالی برسانند. یهودی‌هایی که ساکن خیبر بودند خود را طوری قوی می‌دیدند که فکر می‌کردند می‌توانند به تنهایی با مسلمین مبارزه نمایند و احتیاج به کمک سکنه مکه ندارند. محمد متوجه گردید همانطور که با عقد پیمان صلح و عدم تهاجم خط محاصره مدینه را از طرف جنوب از مکه از بین برد، می‌باید خط محاصره شمالی را هم که از طرف خیبر به وجود آمده بود از بین ببرد.
ولی یهودی‌هایی که در خیبر سکونت داشتند به هیچ وجه حاضر نبودند با محمد صلح کنند و یهودی‌هایی که از مدینه هجرت کردند و رفتند نمی‌گذاشتند سکنه خیبر با محمد صلح نماید. خیبر در 200 کیلومتری شمال مدینه قرار گرفته بود و در دشتی پر آب قرار داشت و به همین جهت منطقه خیبر یک منطقه حاصلخیز به شمار می‌آمد. اگر از جلگه‌ای که خیبر در آن بود دور می‌شدند به یک منطقه وسیع آتش فشانی می‌رسیدند که عبور از آن بیابان اشکال داشت و هیچ نوع گیاه در آن نمی‌رویید. خیبر به زبان عربی یعنی قلعه یا دژ و در آن شهر 8 قلعه جنگی وجود داشت و در موقع جنگ سکنه شهر می‌توانستند 20,000 سرباز بسیج کنند. شهر خیبر از کشورهای قدیم عربستان به شمار می آمد و تا سال 530 بعد از میلاد مسیح یک شهر عربی بود که در آن سال شهر مزبور با ابو نواس پیمان اتحاد بست و از آن پس یهودی ها در خیبر دارای نفوذ شدند. چون جماعت یهودی ملتی هستند زحمتکش و با استقامت، توانستند در شهر خیبر دارای اکثریت تام شوند، به طوری که وقتی محمد تصمیم گرفت به خیبر قشون بکشد در آن شهر حتی یک عرب هم وجود نداشت. سکنه شهر خیبر غنی بودند و آن شهر در شمال عربستان از مراکز بزرگ بازرگانی محسوب می‌شد. گوهرفروشان خیبر در عربستان معروفیت داشتند و به اشراف جزیره العرب گوهر می‌فروختند یا کرایه می‌دادند، ولی بدون وثیقه و یا معرفی ضامن کرایه نمی‌دادند. گوهر فروشی در عربستان اختصاص به یهودی‌ها داشت و چند مرکز برای گوهر فروشی در شمال و جنوب جزیره العرب موجود بود، ولی هیچ یک از مراکز مزبور به قدر خیبر با اهمیت شمرده نمی‌شد. جلگه‌ای که خیبر در آن قرار گرفته بود مرطوب به شمار می آمد و مردم در آن جلگه مبتلا به مرض آب می شدند. عقیده مردم این بود که از آبهای راکد یک نفس یا رایحه خارج می شود که انسان را بیمار می نماید و آن مرض را بیماری آب می خواندند و امروز ما می دانیم که بیماری مزبور به اسم مالاریا از آب نیست بلکه از پشه مالاریا می باشد، ولی قدما پشه مالاریا را نمی شناختند و شناسایی پشه مالاریا از اکتشافات جدید است. در جلگه خیبر آبهای راکت فراوان بود و مردم را مریض می کرد. اعراب بادیه حیرت می نمودند که چگونه یهودی ها می توانند در یک سرزمین مرطوب مثل خیبر زندگی کنند و از مرض آب زندگی را بدرود نگویند. یهودی ها که می دانستند اعراب بادیه مردمی ساده هستند، اظهار می کردند برای اینکه انسان بتواند در خیبر زندگی کند و بیمار نشود، باید قبل از ورود به خیبر دو دست را بر زمین بگذارد، به طوری که چهار دست و پای او روی زمین قرار بگیرد و آنگاه نهیق الاغ را برآورد. اگر این کار را بکند بعد از ورود به شهر بیمار نخواهد شد، وگرنه باید منتظر بیماری آب باشد و بعد از مدتی طولانی ناخوشی زندگی را بدرود خواهد گفت. اعراب ساده لوح بدوی این گفته را میپذیرفتند و قبل از اینکه وارد شهر شوند با چهار دست و پا روی زمین قرار می گرفتند و مثل الاغ صدا بر می آوردند و خوشدل بودند که دیگر بیمار نخواهند گردید. این عمل را به زبان عربی تأشیر می خواندند، یعنی ده برابر کردن، و به همین جهت اعراب بادیه خیبر را به اسم تأشیر می خواندند. ولی یهودی ها برای اینکه دچار مرض آب و به قول ما مرض مالاریا نشوند، قواعد دیگر را به کار می‌بستند. از این قرار: یک، هرگز آب راکد را نمی آشامیدند و وقتی به آب جاری دسترسی نداشتند شراب می نوشیدند. دو، خیلی سیر می خوردند و چون در تمام خانه های خیبر سیر در غذا می ریختند، پیوسته از فضای آن شهر بوی سیر به مشام می رسید
و امروز ما می دانیم که سیر دارای خاصیت میکروب کشی می باشد و عمل پیشگیری را هم به انجام می رساند و مانع از این می شود که بعضی از امراض در بدن جا بگیرد. 3. یهودی ها در نقاط کم ارتفاع جلگه زندگی نمی کردند، بلکه به نقاط مرتفع می رفتند و در آنجا سکونت می نمودند و تجربه به آنها آموخته بود که در نقاط مرتفع انسان به ندرت دچار مرض مزمن آب می شود. 4. احتیاط دیگری که یهودی ها می کردند این بود که هر سال از ماه سوم بهار خیبر را ترک می نمودند و در پاییز به آن شهر برمی گشتند، یعنی وقتی مراجعت می نمودند که پشه مالاریا دیگر آنها را بیمار نمی کرد، بدون آن که اطلاع داشته باشند که عامل بیماری آب پشه می باشد. وقتی سکنه خیبر دانستند که محمد با سکنه مکه یک پیمان عدم تهاجم 10 سال منعقد کرده، پیش بینی نمودند که بین مسلمین و آنها جنگ در خواهد گرفت. یهودی ها می دانستند که تا آن موقع مسلمین نمی توانستند به خیبر حمله نمایند، چون اگر به خیبر حمله می کردند سکنه مکه بیدرنگ به مدینه حمله ور می شدند. طبق پیمانی که بین سکنه مکه و سکنه خیبر منعقد شده بود و اگر مسلمین به خیبر حمله می کردند سکنه مکه می باید بدون تأخیر مدینه را مورد حمله قرار دهند و در صورتی که مکه مورد حمله مسلمین قرار می گرفت سکنه خیبر می باید به مدینه حمله نماید. ولی پس از این که بین مسلمین و سکنه مکه پیمان عدم تهاجم منعقد گردید، پیمان سکنه خیبر و سکنه مکه لغو شد. محمد برای جنگ با سکنه خیبر 1500 مرد سلحشور با خود از مدینه برد، در صورتی که سکنه خیبر می توانستند 20000 سرباز بسیج کنند. در بعضی از تذکره ها نوشته شده که سکنه خیبر در جنگ با مسلمین غافلگیر شدند، در صورتی که چنین نیست. همان روز که سکنه خیبر مطلع شدند که بین مسلمین و سکنه مکه پیمان عدم تهاجم 10 ساله منعقد گردیده، دریافتند که محمد ممکن است به خیبر حمله نماید و از روز بعد خود را برای دفاع آماده کرد. به طوری که وقتی قشون اسلام به خیبر رسید سکنه خیبر برای دفاع آماده بودند و قلعه های 8 گانه شهر آذوقه کافی داشتند و 20000 سرباز آنها با ساز و برگ جنگی آماده پیکار شد. قبل از اینکه قشون اسلام به خیبر برسد به محل سکونت 2 طایفه قطفان و بنی فزاره رسید. این 2 طایفه متحد جنگی سکنه خیبر بودند و در آن موقع که محمد به جنگ خیبری ها می رفت می باید سربازان خود را بسیج کنند و به کمک سکنه خیبر بروند، ولی از مسلمین ترسیدند و گرچه اتحاد جنگی خود را با سکنه خیبر برهم نزدند، اما به محمد قول دادند که در آن جنگ بی‌طرف خواهند بود. 2 چیز سبب وحشت 2 طایفه قطفان و بنی فزاره شد. یکی شرح جنگ‌های بدر و احد و خندق و دیگر عقد پیمان متارکه جنگ بین سکنه مکه و مسلمین. و آن طایفه به خود گفتند که وقتی سکنه مکه با محمد صلح کنند بهتر آن است که آنها از جنگیدن با مسلمین خودداری نمایند. بعد از اینکه محمد مطمئن شد 2 طایفه مزبور در جنگ شرکت نخواهند کرد، راه خیبر را در پیش گرفت. خیبر به تصدیق مورخین متین‌ترین قلعه جنگی در شمال عربستان بود و برای استحکام آن شهر روشی را به کار برده بودند که وبان مهندس فرانسوی در قرن 17 میلادی برای ایجاد استحکامات ابداع کرد، یعنی تصور نمود که ابداع کرده است. توضیح: استحکامات در زبان فارسی کلمه ای است که مترجمین دوره فتحعلی شاه و محمد شاه و ناصرالدین شاه به جای کلمه فورتیفیکاسیون فرانسوی به کار بردند. این کلمه از لحاظ لغوی نه عربی است نه فارسی، ولی چون متداول شده ما آن را به کار میبریم. و اما دژهایی که در خیبر ساخته بودند طوری به وجود آمد که وقتی کمانداران و منجنیق اندازان آن
تیراندازی می کردند، تیر آنها متقاطع می شد و نیروی خصم را از پا در می آورد. امروز که قدرت توپخانه و بعد از جنگ جهانی دوم قدرت بمب‌های اتمی و هیدروژنی در دسترس دولت‌ها قرار گرفته، استحکامات ارزش ندارد، ولی در قدیم و حتی تا نیمه اول قرن 20 میلادی استحکامات جنگی دارای ارزش بود و جلوی تهاجم را می‌گرفت. به خصوص بعد از اینکه وبان مهندس فرانسوی در دوره سلطنت لویی 14 پادشاه فرانسه استحکامات را طوری ساخت که در هر نقطه که مدافعین بودند تیر آنها متقاطع می شد. استحکامات نظامی از وسایل مؤثر دفاع به شمار می آمد. در جنگ دوم جهانی و قبل از اختراع بمب اتمی استحکامات دارای ارزش بود، مشروط بر اینکه از آن دفاع کنند. همچنان که استحکامات مسکو جلوی ارتش آلمان هیتلری را گرفت و دولت آلمان در سال 1940 میلادی از بیم استحکامات موسوم به خط ماژینو واقع در مشرق فرانسه مجبور شد که آن استحکامات را دور بزند و از راه بلژیک و هلند فرانسه را مورد حمله قرار داد. وقتی در جنگ دوم جهانی که خمپاره اندازهای 400 میلیمتری وارد میدان جنگ شد استحکامات دارای ارزش باشد، به طریق اولا در صدر اسلام قلاع هفتگانه خیبر که با سنگ ساخته شده بودند از لحاظ جنگی بسیار ارزش و اهمیت داشت، خاصه آنکه تیراندازان و منجنیق اندازانی که در آن استحکامات بودند می توانستند تیرهای خود را روی خصم متقاطع نمایند. مترجم. بعد از اینکه مسلمان ها به خیبر رسیدند، خود محمد فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت و به مسلمین گفت ما برای ویران کردن این دژهای سنگی محکم وسائل نداریم و سلاح ما عبارت است از شمشیر و تیر و کمان و با این سلاح نمیتوان دژهای جنگی را که با سنگ ساخته شده است ویران کرد. ما به یک ترتیب میتوانیم یهودی ها را در این دژها وادار به تسلیم کنیم و آن اینکه آنها را تحت محاصره قرار بدهیم و تمام نهرهایی را که به سوی دژها روان است ببندیم که آب به دژها نرسد. اگر در دژها آب انبار وجود نداشته باشد و یهودی ها متوسل به حفر چاه نشوند، به زودی از تشنگی از پا در می آیند و مجبور می شوند خود را تسلیم نمایند. در خیبر 8 دژ بود و مسلمین تصمیم گرفتند دژها را یکایک مورد حمله قرار دهند و بعد از اینکه یک دژ از پا در آمد به سراغ دژ دیگر بروند. از ساعت اول که مسلمان ها خیبر را مورد محاصره قرار دادند، گرفتار گلوله منجنیق ها شدند. یهودیان سنگ ها را به شکل مدور تراشیده گلوله به وجود آورده بودند و با منجنیق سنگ های مزبور را به طرف مسلمین پرتاب می کردند و مقاومت در قبال آنها دشوار به نظر می رسید. با اینکه نخستین بار بود که مسلمین با منجنیق مواجه می شدند و کسی طرز مبارزه با آن یا دفاع در قبال آن را نمی دانست، محمد دستور داد که برج‌های قلتک‌دار بسازند و مسلمین در آن برج‌ها خود را به حصار قلعه نزدیک نمایند و وقتی به حصار نزدیک شدند دیگر گلوله‌های منجنیق به آنها نخواهد رسید. برای اینکه گلوله‌های منجنیق نقاط دور را می زند نه نقاط نزدیک را. محمد گفت در پای حصار فقط یک خطر شما را تهدید می کند و آن این که از بالا از راه سوراخی که در برج‌های حصار ساخته شده روی شما سنگ بریزند، اما این سوراخ‌ها فقط در برج‌هاست نه در سایر قسمت‌های حصار و بنابراین اگر خود را به حصار برسانید از خطر منجنیق‌های دشمن در امان خواهید. وقتی مسلمین وارد منطقه خیبر شدند، فرماندهی سپاه اسلام به طوری که گفتیم با خود محمد بود، ولی به زودی هوای نامساعد خیبر پیغمبر اسلام را مریض کرد و محمد فرماندهی قشون را به ابوبکر واگذار کرد. ابوبکر نتوانست بیش از 2 عهده‌دار فرماندهی گردد و تب او را از پا درآورد و فرماندهی سپاه اسلام را بر عهده عمر بن خطاب گذاشت.
عمر ابن خطاب هم مریض شد و افتاد و در بستر بیماری رؤسای قشون را دور خود جمع کرد و گفت: برای فرماندهی سپاه اسلام در این جنگ من هیچ کس را لایق‌تر از علی ابن ابی طالب نمی‌دانم، زیرا علی مردی است با استقامت و صبور و شجاع، و اگر 100 مرد جنگی را مقابل خود ببیند و خود تنها باشد پشت به دشمن نخواهد کرد. اگر کسی بتواند از عهده این دژهای جنگی که یهودی‌ها استوار کردند برایت، همانا علی میباشد و من فرماندهی سپاه را به علی واگذار میکنم و همه از او اطاعت کنید. وقتی به علی پیشنهاد شد که فرماندهی سپاه را بپذیرد، داماد پیغمبر قدری تب داشت، محاذا پذیرفت. در همان روز اولین دژ خیبر موسوم به نطاط را تحت محاصره قرار داد. دو نفر از تذکره نویسان اسلام، یکی موسوم به بغوی و دیگری ابن ابوالحدید، انتخاب علی ابن ابی طالب را به سمت فرمانده سپاه اسلام طور دیگر نقل می‌کنند. آنها می‌گویند بعد از اینکه پیغمبر اسلام مریض شد و بستری گردید، ابوبکر فرمانده سپاه شد و مبادرت به حمله کرد، ولی با تلفاتی که برای قشون کوچک اسلام سنگین بود عقب نشست و گفت: از عهده غلبه بر دژهای خیبر بر نمی آید. محمد در بستر بیماری به جای او عمر ابن خطاب را به سمت فرماندهی انتخاب کرد. عمر ابن خطاب نیز مبادرت به حمله کرد، ولی در مقابل مقاومت شدید یهودیان عقب نشست و گفت: من نمی توانم از عهده تسخیر خیبر برآیم. مسلمین به محمد گفتند که عمر از فرماندهی سپاه عذر خواسته است، و محمد گفت: من فرماندهی سپاه را به پسر عموی خود علی واگذار خواهم کرد و یقین دارم که او از فرماندهی عذر نخواهد. به قول بغوی و ابن ابوالحدید، وقتی پیغمبر اسلام علی را احضار کرد تا فرماندهی سپاه را به او واگذار کند، علی مبتلا به درد چشم بود و با چشمهای سرخ رنگ نزد محمد رفت و فرماندهی سپاه را پذیرفت و به طوری که گفتیم همان روز قلعه نطاط را مورد حمله قرار داد. به طوری که بغوی و ابن ابوالحدید میگویند، آن روز مردی که یک مقفر از آهن به سر نهاده بود از بالای حصار قلعه نطاط بانگ برآورد که فرمانده شما کیست؟ علی از پایین بانگ زد: فرمانده سپاه مسلمین من هستم و نامم علی ابن ابی طالب است. آن مرد بانگ زد: یا علی ابن ابی طالب، من مرحب هستم و یکی از این قلاع 8 گانه که می‌بینی به نام من موسوم به مرحب است، و آیا در خود آن توانایی را می‌بینی که با من مبارزه نمایی؟ علی گفت: من هیچ دعوت را برای مبارزه رد نکردم و دعوت تو را نیز رد نخواهم کرد. مرحب گفت: در این صورت من از قلعه بیرون می‌آیم و با تو مبارزه می‌کنم. مرحب بعد از آن گفته از در قلعه خارج شد و در را در قفایش بست. با اینکه چشمای علی درد می‌کرد و زره بر تن نداشت، با مرحب که دارای مقفر یعنی کلاه خود و به اصطلاح امروز کاسک و زره بود جنگید و او را به قتل رساند. بعد از آن علی امر کرد برای درهم شکستن در قلعه نطاط از کل قوچ استفاده کند. کل قوچ عبارت بود از یک تنه درخت که آن را 30-40 نفر از مردان سلحشور به دست می گرفتند و می دویدند و با شدت به در قلعه می کوبیدند، و بعد از چندین ضربت شدید که با کل قوچ بر در وارد می آوردند، در درهم می شکست. مسلمین 3 تنه درخت را چون کل قوچ به دست گرفتند و هر تنه درخت را 50 تن از مسلمین به حرکت در می آورد. در حالی که مسلمین می کوشیدند که با کل قوچ در قلعه نطاط را در هم بشکنند، عده دیگر از مسلمان ها بر حسب دستور علی سعی می کردند با معراج یعنی نردبان خود را از راه حصار وارد قلعه نمایند. اینان با استفاده از برج های چوبی خود را به پای حصار می رساندند و آنگاه نردبانها را به حصار می گذاشتند. قلعه نطاط بعد از 2 روز مقاومت شدید از پا در آمد و مسلمین که در قلعه را در هم شکسته بودند وارد قلعه شدند و یهودی ها را اسیر کردند
و اموالشان را به غنیمت بردند. همین که اولین قلعه خیبر موسوم به قلعه نطاط تسخیر شد، علی ابن ابی طالب فرمانده سپاه اسلام مبادرت به محاصره قلعه دوم به اسم نائم نمود. در جنگ خیبر مدت 10 روز علی 4 قلعه را تصرف کرد و مدافعین 4 قلعه دیگر خود تسلیم شدند. در آن 10 روز علی ابن ابی طالب 16 مرتبه مبادرت به جنگ تن به تن کرد و هر 16 بار حریف را به قتل رساند یا طوری مجروح کرد که نتوانست به جنگ ادامه بدهد. در تمام آن 10 روز به قول بعضی از تذکره نویسان اسلامی علی دچار تب بود و به قول بعضی دیگر چشم درد وی را اذیت می کرده است. طبق یک روایت دیگر مدافعین 4 قلعه هم که تسلیم شدند بدون مقاومت تسلیم نگردیدند و آنها نیز بر اثر حمله علی مجبور شدند تسلیم شدند. پیروزی علی در جنگ خیبر و اشغال 8 قلعه جنگی متین بدون تردید یکی از موفقیت‌های بسیار درخشنده صدر اسلام است، چون فرمانده قشون اسلام در آن جنگ هیچ یک از وسایل قلعه‌گیری را نداشت، معهازا توانست بر نیروی مقاومت 20,000 نفر که در 8 قلعه محکم پایداری می نمودند فائق آید. وقتی آخرین قلعه خیبر به دست مسلمین افتاد، محمد تازه از بیماری برخاسته بود و در حضور مسلمین علی را در بر گرفت و بوسید و گفت: یا علی، تو اسدالله هست، یعنی شیر خدا می باشی، و این عنوان برای علی باقی ماند. بر اثر پیروزی مسلمین در جنگ خیبر، غنایم زیاد و به خصوص خاربار فراوان نصیب مسلمین گردید. عایشه زوجه پیغمبر میگوید: بعد از جنگ خیبر من برای اولین مرتبه پس از اینکه زوجه رسول الله شدم خرمای سیر خوردم. و قبل از جنگ خیبر خارباری که به خانه ما می رسید پیوسته کم بود و خرما را شماره می کردند و به ما می دادند. بعد از اینکه مسلمین خیبر را فتح کردند، محمد نسبت به یهودی های خیبر ارفاق کرد. یهودی ها مجاز شدند در صورت تمایل از خیبر بروند و هرچه می توانند با خود ببرند، غیر از خرما و گوسفند و غله و به روایتی اساس البیت مثل فرش و کرسی و ظروف و غیره. یهودیایی که نمی‌خواستند از خیبر بروند مجاز شدند در آنجا بمانند و به کار سابق خود مشغول باشند. یکی از مساعدت‌هایی که محمد نسبت به یهودی‌های خیبر کرد این بود که مسلمان‌ها بعد از فتح خیبر مجاز نیستند از زن‌های یهودی متعه بگیرند. متعه عبارت بود از ازدواج موقتی سربازان اسلام با زنهای اقوام مغلوب و هر سرباز می توانست هر اندازه که میل دارد با زنهای قوم مغلوب ازدواج کند و اگر شماره زنها زیاد نبود آنها را برای متعه بین سربازان اسلام تقسیم می کرد. بعد از فتح خیبر از طرف مسلمین محمد این رسم را به طور استثناء نسبت به زنهای آنجا لغو. دیگر این که علی ابن ابی طالب فرمانده اسلام قدغن نمود که هیچ سرباز مسلمان اجازه ندارد وارد باغ و نخلستان یهودیان بشود تا اینکه آسیبی به میوه های باغ و نخلستان یا اشجار وارد نیاید. محمد برای بهبود مناسبات مسلمین و سکنه یهودی خیبر یک زن یهودی موسوم به صفیه را به حواله نکاح درآورد. یک روز یک سرباز مسلمان را در حالی که از وسط قلعه های خیبر عبور می کرد از عقب به قتل رساندند. فرمانده سپاه اسلام علی وجوه یهودیان را جمع کرد تا از آنها بپرسد که قاتل کیست. آنها سوگند یاد کردند که قاتل آن مرد یهودی نیست و سکنه یهودی خیبر از لحاظ قتل آن مرد گناهی ندارد. علی ابن ابی طالب موضوع را با پیغمبر در بین گذاشت و اظهار کرد که وجوه سکنه خیبر میگویند که مقتول به دست یهودی ها به قتل نرسیده است و بهای خون این مرد را از که باید گرفت. محمد گفت:
چون آنها سوگند یاد کردند که قاتل سرباز مسلمان از یهودی ها نیست، من قول آنها را میپذیرم و بهای خون آن سرباز را خود میپردازم. و محمد قیمت خون سرباز مزبور را پرداخت. بعد از اینکه مسلمین موفق به فتح خیبر شدند، دو قبیله یهودی که در منطقه موسوم به وادی القرا مسکن داشتند و همچنین دو قبیله یهودی ساکن مناطق فدک و تیمه با مسلمانها از در سور در آمدند و حاضر شدند به مسلمین مالیات یا جزیه بدهند. خالد ابن ولید گفت این مرد اهل خدعه نیست. در بحبوحه جنگ خیبر دو نفر از مسلمانها که در حبشه به سر می بردند، یکی موسوم به جعفر ابن ابو طالب برادر رضایی محمد و دیگری عمر ابن امیه وارد خیبر شدند. آن دو نفر جزء آن عده از مسلمانها بودند که به حبشه مهاجرت کردند و بعد از مراجعت آن دو به عربستان دیگر کسی از مسلمین در حبشه باقی نماند. بعد از فتح خیبر به دست مسلمین، یهودی ها کنیزه های خود را گشودند و مثل گذشته در خانه های خیش مشغول عبادت شدند. تمام اوراق و کتب مقدس یهودیان که به دست مسلمانها افتاده بود به آنها پس داده شد و طوری مناسبات مسلمین و یهودیها خوب شد که یک زن یهودی موسوم به زینب دختر حرس و زوجه سلام ابن مشلم یهودی گفت من باید برای پیغمبر اسلام طعام بفرستم و یک گوسفند را بریان نمود و چون گفته بودند محمد دست گوسفند دوست می‌دارد، دو دست بریان شده را آلوده به زهر کرد و برای پیغمبر اسلام فرستاد. وقتی گوسفند را آوردند، بشیر ابن براء ابن معرور که یکی از مسلمین بود حضور داشت و پیغمبر اسلام یک دست را به او داد که تناول نماید و از دست دیگر او لقمه جدا کرد و به طرف دهان برد. بشیر ابن براء ابن معرور دست گوسفند را بعد از اینکه از پیغمبر گرفت به دهان برد و با قندانها قسمتی از گوش را جدا کرد و خورد. اما پیغمبر لقمه ای از گوش را که به دهان برده بود خارج کرد و به بشیر ابن براء ابن معرور گفت از این گوشت نخور زیرا آلوده به زهر می باشد. بشیر ابن براء ابن معرور که از گوشت بریان تناول کرده بود زندگی را بدرود گفت، اما پیغمبر اسلام زنده ماند. زینب دختر حرس را دستگیر کردند و از او پرسیدند آیا گوسفند بریانی که برای رسول الله فرستادی آلوده به زهر بوده است؟ آن زن به عمل خود اعتراف کرد اما چنین گفت من گوشت آن گوسفند را آلوده به زهر کردم و با خود گفتم اگر محمد از طرف خداوند آمده است و پیغمبر اوست متوجه خواهد گردید که آن گوشت آلوده به زهر است و آن را نخواهد خورد و لذا نخواهد، ولی اگر پیغمبر نباشد گوشت را تناول خواهد کرد و خواهد مرد، ولی من از مرگ او متاسف نخواهم شد و چون محمد گوشت بریان را نخورد و از دهان خارج کرد معلوم می شود که پیغمبر است. ما در هیچ یک از منابعی که این واقعه را ذکر می کنند مثل کتب مسعودی ابن هشام، اسد بیک طبری، ابن ابی حدید زمخشری ندیدیم که مسلمین با آن زن چه کردند و آیا او را مورد مجازات قرار دادند یا اینکه معافش کردند، یا زن مزبور بعد از اینکه دانست محمد پیغمبر خدا می باشد ایمان آورد. ولی عده‌ای از علمای اسلام نوشتند که پیغمبر قبل از اینکه زندگی را بدرود بگوید به اطرافیان گفت آنچه سبب مرگ وی می شود زهری است که در خیبر به او خوراندند، در صورتی که وی در آنجا گوشت را فرون نداد و از دهان خارج کرد، ولی آن اندازه از شیره گوشت که از دهانش پایین رفت او را کسل نمود و کسالت او باعث مرگش کرد. اگر نوشته بعضی از علمای اسلامی که روایت را نقل کردند صحیح باشد، محمد ابن عبدالله پیغمبر اسلام نیز به درجه شهادت رسیده، زیرا بر اثر زهری که دشمن به او خوراند زندگی را بدرود گفته است. گفتیم که در سال 628 میلادی مطابق ششمین سال هجری محمد و عده‌ای کثیر از مسلمین می‌خواستند برای حج و عمره به مکه بروند، ولی بت‌پرستان
در منطقه حدیبیه جلوی مسلمانان را گرفتند و نگذاشتند آنها خود را به مکه برسانند و در آنجا محمد با جماعت قریش یک پیمان متارکه و عدم تهاجم 10 ساله بست که یکی از مواد پیمان این بود که سال بعد مسلمین می توانند خانه کعبه را زیارت کنند، مشروط بر این که بیش از 3 روز در مکه توقف ننمایند. سال بعد که سال 629 میلادی مطابق با سال 7 هجری بود، محمد با 2000 تن از مسلمین برای زیارت مکه به راه افتاد. چون همه زائر بودند، در آن سفر جز شمشیر سلاح دیگر نداشتند و یک بار گفتیم که شمشیر در آن دوره سلاح جنگ به شمار نمی آمد، بلکه چون قسمتی از لباس اعراب بود. معاذ هنگامی که مسلمان ها میخواستند وارد مکه شوند، جماعت قریش ترسیدند و از مکه خارج شدند و در کوههای اطراف مکه، به خصوص کوههایی که مشرف به خانه کعبه بود، مکان گرفتند و در آنجا طواف مسلمین را اطراف خانه کعبه میدیدند. علت خروج جماعت قریش از مکه این بود که میترسیدند مسلمان ها بعد از ورود به مکه ناگهان به آنها حمله ور شوند و آنها را به قتل برسانند. محمد هم قبل از ورود به مکه احتیاط را از دست نداد و 100 سوار مسلمان را به فرماندهی مردی به اسم محمد مسلمه در یک سرزمین مقعر در منطقه مرال الزهران نزدیک مکه مستقر کرد. در جوار آن منطقه کوهی بود که محمد مسلمه و سوارانش می توانستند از بالای آن کوه مکه را ببینند. محمد به محمد مسلمه گفت اگر دیدی بت پرستان به مسلمین حمله کردند، با سواران خود به کمک ما بیا و در غیر این صورت همانجا باش تا مراجعت نمایی. بت پرستان که از بالای کوها و در واقع به طوری که گفتیم تپه ها ورود مسلمین را به مکه تماشا می کردند، از انضباط آنها و خلوص نیت مسلمان ها حیرت کردند. بلال مؤذن سیاه‌پوست مسلمان که در سنوات اول اسلام از طرف ابو جهل مقابل آفتاب سوزان عربستان در بیابان بر زمین بسته شده بود، آن روز که مکه خالی از سکنه بومی بود به بام مرتفع خانه کعبه رفت و از آن وقتی بلال فریاد زد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، سکنه مکه که بر بالای کوه بودند از فرط وحشت و نفرت لرزیدند و انتظار داشتند که بت‌های بزرگ خانه کعبه آسمان را بر سر مسلمان‌ها ویران نمایند. ولی هیچ واقعه نامطلوبی برای مسلمان‌ها اتفاق نیفتاد و حتی یک سنگ ریزه از آسمان سقوط نکرد و برای اولین بار بانگ الله اکبر در فضای مکه انعکاس پیدا نمود. هنگامی که محمد و مسلمین در حال احرام اطراف خانه کعبه طواف می‌کردند، از فرط شوق و خلوص نیت اشک می‌ریختند. حتی عمر ابن خطاب هم گریه می‌کرد، برای اینکه مسلمان‌ها مدتی از خانه کعبه به دور افتاده بودند و تصور می‌کردند که دیگر نتوانند کعبه را ببینند و اطرافش طواف کنند. بعد از اینکه مراسم حج خاتمه یافت، محمد که می‌خواست با جماعت قریش کنار بیاید، تصمیم گرفت با یکی از زن‌های معروف و برجسته عرب ازدواج کند. لذا با میمونه بنت الحارث که خواهر زن عباس بود، تزویج نمود. ازدواج محمد با میمونه دختر حارث یک قدم سیاسی برجسته به شمار می آمد. برای اینکه میمونه 8 خواهر داشت که همه زوجه رجال برجسته مکه بودند و محمد بعد از ازدواج با میمونه با 8 تن خیشاوند می گرد. ابن هشام و زمخشری و ابن حبیب که تذکره نویسان برجسته اسلام هستند می گویند هر کس با میمونه ازدواج می کرد خیشاوند تمام سکنه مکه می شد. ابن حبیب میگوید هنت مادر میمونه در بین زنهای عرب از حیث حشمت و شکوه نظیر نداشت. یکی از هدفهای پیغمبر اسلام هنگام ازدواج با میمونه این بود که خالد ابن ولید سردار برجسته مکه را با خود خیشاوند نماید. خالد ابن ولید برادرزاده میمونه بود و میمونه او را چون فرزند خیش بزرگ کرده به عرصه رشد رسانده. چون میمونه زن محمد شد،
خالد ابن ولید به یک تعبیر پسر رسول خدا می گردید. دیگر از عللی که سبب شد محمد با میمونه ازدواج کند این بود که تمام بزرگان قریش را برای صرف طعام دعوت نماید تا اینکه با مسلمین غذا بخورند و ولیمه ازدواج بهترین دستاویز برای دعوت از جماعت قریش جهت صرف طعام بود. در روز دوم ورود به مکه محمد مشغول فراهم کردن وسایل جهت اطعام مدعوین گردید. سکنه مکه همچنان روی کوها یا تپه‌های اطراف بودند و جرأت نمی‌کردند از کوها فرود بیایند و وارد مکه شوند، ولی انضباط مذهبی مسلمین و همچنین اذان بلال مؤذن سیاه‌پوست و صفوف نماز مسلمان‌ها اثری شگرف در آنها می‌کرد. تأثیر مزبور به قدری بود که خالد ابن ولید سردار بزرگ مکه بالای کوه و اطرافیان خود گفت: من باید بگویم این مرد که دینی این چنین آورده و دارای یک چنین پیروانی می باشد اهل خدعه و تزویر نیست، چون هر کس می فهمد کسانی که اطراف محمد هستند به او ایمان واقعی دارند، و اگر این مرد اهل خدعه و تزویر بود مردم این طور با خلوص نیت به او ایمان نمی آورد. در بامداد سومین روز حضور مسلمین در مکه محمد خود را آماده کرد تا برای جماعت قریش که بالای کوه بودند پیام بفرستد و از آنها دعوت کند که برای صرف ولیمه ازدواج او با میمونه از کوه‌ها فرود بیایند و وارد شهر شوند. ولی قبل از این که نمایندگان محمد برای دعوت از قریش جهت شرکت در ضیافت بروند، هیئتی از طرف قریش وارد مکه شدند و نزد محمد رفتند و ریاست هیئت مزبور با مردی به اسم ابن عبدالعزا بود. عزا به طوری که گفتیم یکی از سبت بزرگ خانه کعبه بود و بعضی از سکنه مکه خود را به نام عبداللات یا عبدالمناف یا عبدالعزا می خوندند. این را هم بگویم که در خانه کعبه الله خدای مسلمین نیز بود، یعنی سکنه مکه الله را هم مثل لات و منات و عزا می پرستیدن و می دانیم که پدر محمد قبل از اسلام به اسم عبدالله خوانده می شد. ولی الله در خانه کعبه طبق اعتقاد سکنه مکه مزیتی بر خدایان دیگر از جمله بت‌های بزرگ سگانه نداشت. الله خدای ابراهیم بانی خانه کعبه بود و مردم او را محترم می شمردند بیان که بر بت‌ها ترجیح بدهند. بنابراین اگر پدر محمد به اسم عبدالله خوانده می شد، دلیل بر این نیست که وی مسلمان بوده و الله نیز قبل از اسلام یکی از خدایان خانه کعبه به شمار می آمده است. باری این عبدالعزا و نمایندگانی که با وی بودند نزد رسول الله رفتند و مشاهده کردند که محمد و مسلمین مشغول فراهم کردن وسائل پذیرایی می باشند. رئیس هیئت نمایندگی قریش وقتی فهمید که آن وسائل پذیرایی برای این آماده می شود که از جماعت قریش برای صرف ولیمه ازدواج محمد و میمونه دعوت و عمل بیاید، گفت: یا محمد، تو باید بیدرنگ با مسلمین از مکه خارج شوی، زیرا طبق پیمان متارکه جنگ حدیبیه مسلمین فقط می توانند مدت 3 روز در مکه توقف کنند و آن مدت اینک منقضی گردیده و باید از این شهر بروی. در نتیجه محمد نتوانست آن روز از جماعت قریش دعوت نماید که به عنوان صرف ولیمه ازدواج با مسلمین غذا بخورند و مجبور شد بیدرنگ به راه بیفتد و با مسلمین برود. ولی همین که مسلمین از مکه خارج شدند و راه مدینه را پیش گرفتند، خالد ابن ولید که بعد از ازدواج میمونه با پیغمبر اسلام خیشاوند نزدیک محمد شده بود و انضباط و ایمان خالص مسلمانها خیلی در او اثر کرده بود، از مکه خارج شد و خود را به مسلمین رساند و مسلمان شد. خالد ابن ولید بعدها از سرداران برجسته اسلام شد و از طرف محمد ملقب به سیف الله یعنی شمشیر خدا گردید. پس از علی ابن ابی طالب پسر عموی محمد که از پیغمبر اسلام لقب اسدالله یعنی شیر خدا را دریافت کرد، هیچ یک از سرداران نزد محمد به آن پایه و مایه نرسیدند که مثل خالد ابن ولید ملقب به سیف الله گردند.
هنگامی که خالد ابن ولید به طرف مسلمین می رفت که مسلمان شود، در راه به شخصی برخورد کرد که وی از حبشه می آمد و وی عمرو ابن عاص بود که می خواست به مسلمین ملحق گردد و اونیز می خواست اسلام بیاورد. گفتیم که طبق پیمان حدیبیه اگر یکی از سکنه مکه بدون موافقت قریش به مسلمان ها ملحق می شد، مسلمین مکلف بودند او را پس بدن. ولی با اینکه مردی چون خالد ابن ولید به مسلمین ملحق شد و اسلام آورد، سکنه مکه جرأت نکردند که از مسلمانها بخواهند که خالد ابن ولید را مسترد دارند، زیرا متوجه گردیدند که مسلمانها خیلی قوی شدند. بعد از اینکه مسلمین به مدینه رسیدند، واقعی اتفاق افتاد که از لحاظ مسلمین جالب توجه تر و مفید تر از اسلام آوردن آن دو نفر بود و آن اینکه ابو سفیان فرمانده قشون مکه خود برای دیدن محمد وارد مدینه شد. ابو سفیان بدون قشون خود از مکه راه مدینه را در پیش گرفت و قدم به شهری نهاد که سکنه آن همه مسلمان بود. ولی از ورود به آن شهر نترسید، چون بین مسلمین و سکنه مکه پیمان متارکه جنگ و عدم تهاجم به قوت خود باقی بود و ابو سفیان می‌دانست که برخلاف اصول تا آن پیمان هست مسلمین با او کاری ندارند، به خصوص اگر بدون قشون و به تنهایی به مدینه آمده باشد. دیگر اینکه ابو سفیان می‌دانست که پیغمبر اسلام معروف است به محمد امین و به درست کاری مشهور می باشد. سومی که وقتی ابو سفیان به تنهایی و بدون قشون مکه وارد مدینه می گردید، این عمل یک نوع پناهندگی بود و در بین قبائل عرب جان و مال پناهنده محترم شمرده می شد و از او به قدر توانایی خود پذیرایی می کردند تا وقتی که خطری او را تهدید ننماید و آن وقت اگر پناهنده مایل بود می رفت. آنچه سبب شد ابو سفیان از مکه به مدینه برود از این قرار است. طبق پیمان متارکه جنگ که در حدیبیه منعقد گردید، سکنه مکه و مسلمین مجاز بودند که با هر که میل دارند متحد شوند و با هر کس که مایل هستند بجنگند. و وقتی مسلمین یا سکنه مکه با یک یا چند قبیله می جنگیدند، دیگری باید بی‌طرف بماند و در جنگ شرکت نکند. در آن ایام قبیله خزائی که با محمد و مسلمین متحد بود، از طرف قبیله بنو بکر مورد حمله قرار گرفت و نه فقط شهرت داشت که اشراف مکه برای قبیله بنو بکر سرباز و سلاح تهیه کرده اند، بلکه دلائلی هم موجود بود که ثابت می کرد قبیله بنو بکر با کمک سکنه مکه به قبیله خزائی حمله کرده است. کمک کردن سکنه مکه به قبیله بنو بکر برای حمله به قبیله خزائی که متحد اسلام بود برخلاف مقررات پیمان متارکه جنگ محسوب می شد. ولی اشراف مکه برای این موضوع قائل به اهمیت نشدند مگر بعد از سقوط خیبر. وقتی خیبر به دست مسلمین افتاد و مسلمان ها بر قسمتی وسیع از شمال عربستان مسلط شدند، اشراف مکه چون برخلاف مقررات پیمان متارکه جنگ و عدم تهاجم عمل کرده بودند به وحشت در آمدند. لذا ابو سفیان به مدینه رفت تا اینکه اختلاف موجود را حل کند و بعد از ورود به مدینه وارد اتاق ام حبیبه زوجه پیغمبر و دختر خود گردید. وقتی ابو سفیان وارد اتاق ام حبیبه شد، آن زن فرشی را که در اتاق گسترده بود جمع کرد. ابو سفیان از عمل دختر خود حیرت نمود و پرسید برای چه فرش را جمع کردی؟ ام حبیبه به پدرش گفت این فرشی است که محمد روی آن می نشیند و می خوابد و تو که یک بت پرست هستی نباید روی این فرش بنشینی. ابو سفیان بدون اینکه در اتاق ام حبیبه بنشیند از دخترش درخواست کرد که نزد محمد واسطه شود تا اینکه اختلاف مربوط به جنگ دو طایفه خزائی و بنو بکر به خوشی حل گردد. ام حبیبه گفت من نمیتوانم نزد پیغمبر واسطه شوم و یگانه راه حل اختلاف این است که تو به مسجد نزد پیغمبر بروی و با رسول الله مذاکره کنی.
ابو سفیان به مسجد رفت و محمد به او گفت که بنشیند. بعد از این که نشست پرسید آیا کاری داری؟ ابو سفیان گفت ولی یا محمد، من آمدم راجع به اختلاف دو قبیله بنو بکر و خزائی با تو صحبت کنم. محمد از او پرسید چه میخواهی بگویی؟ ابو سفیان گفت میخواهم بگویم که در جنگ بین دو قبیله بنو بکر و خزائی مکه به قبیله بنو بکر کمک نکرده است، ولی اگر محمد تصور می کند که مکه به قبیله بنو بکر کمک کرده و به همین جهت قبیله خزائی متضرر شده، مکه حاضر است خسارت قبیله خزائی را بپردازد. محمد در جواب ابو سفیان گفت که اگر شما به قبیله بنو بکر کمک نکرده باشید نباید نگران شوید، زیرا ما از شما چیزی نخواهیم خواست. ابو سفیان نتوانست غیر از این جواب دیگری از پیغمبر اسلام دریافت کند و لذا با اضطراب از مدینه خارج شد و راه مکه را در پیش گرفت.